باش تو ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. بچه جون اگه عروس منه رو حرفش هست، وقتی گفته مهرم رو میگیرم یعنی آسمون بیاد زمین مهرش رو میگیره. بله مرسده همیشه رو حرفش هست. شما که بعدتون نمیاد نه؟ به من چه؟ خودت امضا دادی باید پاش بایسی مهرشو بدی. بله آدم امضا میده باید پای حرفش وایسی. بله سوال خوشگاه بابا یه دقیقه شما بیا شاید نمیخواد بیا. بچه ببخشید من یه دقیقه میخوام با بابام خصوصی حرف بزنم. میشه بفرمایید؟ همتون بفرمایید. اینقدر از اخلاق شهرام بدم میاد. بفرمایید. من که اشکال نداره باشه. چرا شما هم اشکال دارید؟ آقا جان، آقا جان. این بچه فکریه شهرام. آخ این چه کمکی بهش میخواد در بیاد؟ ببندید. آقا من میگم بالاخره یه جورای جون میشه دیگه شهرام جون. بله کمکت میکنن قسبندیش میکنن که کم کم اگه بخوای مرزه بپرونی برو تو مرزه. جدی دارم میگه فقط اونطوری مادام آقام که هیچی فکر کنم نه به نتیجت هم باید قسم بدم. بچه ببخشید بریم پی کارتون. برای چه فال گوش بایستدی؟ چای بیارم به تو؟ آره دست درم باشه. حالا مگه مهریه چقدر هست؟ 10,000 تیکه ناقابل. 10,000؟ مفته دیگه، یعنی تقریبا 1/4 مهریه سهیلا. ببینید کاری که من میگم اگر انجام بدید همه چی حله. باز شما داری حرف خودت رو تکرار میکنی. خب که چی؟ آب نشده که بره زمین. شرم چون آخو جمع راست میگه. فرشا که توی گمرک نبوده. خب پس توی یه انباری جاییه دیگه. نه اینجا هم که انبار زیاد نیست دیگه. میگردیم سریع پیداش میکنیم. فوقش 7-8 سال طول میکشه دیگه نه؟ برو خودتو مسخره کن. بابا من مسخره نمی کنم. تازه اینجا توی جمع کی بهتر است تو مسخرهش کنیم؟ بابا من ببخش. شوخی میکنم. بابا جای شوخی تو اصلا هیچی رو تشخیص نمیدی. آقا اینجوری نمیشه، حرف من و شما یکی نیستش. من الان مهم برام مرسدس، شما فکر فرشایی. شما برید دنبال فرشاتون، منم به حال خودم بذارید دیگه ها. اتفاقا باید خودت بری دنبال فرشا که باهاش مهر این دختره رو بدی که خیالت راحت باشه که هر بار گذاشت رفت اینجوری چهار ستون بدنت نلرزه. آها 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 به همین راحتی ها. راحت هم نیست راست میگه. من اصلا نمیدونم چرا پای این تحفه این رفته اینقدر. بشین شهر. ناز خانمش بی تربیت. تو چی میگی اصلا؟ خود این خودش به مرسد خانم میگه ان سرنتیپیتیه. گفت به جان آقا شهرام دروغ میگه. این خودش گفت سرنتیپیتی رو. من گفتم شبیه خواهرزن میکی موزه. راست میگه همینجوری. غیر این بوده. البته نه اینکه قبل منظوری داشته باشم. ما اصلا خودمون همه کارتونی میبینیم تو خونمون. مثلا من میگم دوغلهای افسانه ای. بله. شما رو میگم این یارو شرک هست. گنده. خودت شبیه کرک تو بروسی. نه نه. فقط شخصیت های کارتونی قبول. راست میگه. حیف شخصیت های کارتونی نیست. خب عنکبوت آبی بدبخت. شوخی نکنید. دست درد من در پیاله چای میخورم. متشکرم از شما. خواهش میکنم. ممنون. دست شما. من نمیخوام. برادر این چرا؟ تو رو خوب کنی؟ قند برادر نه چرا؟ قند نیستم دیگه من. آشه شما سخت میگیری. من چیزی بدی نمیگم که. من میگم که خانم تو بذار بره پی کارش. آشپزی که بلد نیست. تنبلم که هست. آقا ناصر بسه. شما یکی حرف نزن. ببین شهرام جون این مهریش هم که بگیره ها بخواد باهات زندگی میکنه، نخوادم میذاره میره. لاغر به فکر خودت باش. آقا جهان اینقدر شما برای این فرشای هرس و جوش نخور. دیشب که تا صبح نخوابیدی. پاشو لاغر برو یه خود استراحت بکن. پاشو نصرت من برای این زندگی زحمت کشیدم رسیدم به اینجا. بابا نذاری حلکی دود بشه بره هوا. ای بابا
ولی قضیه ساده تر از این چیز هستا. شهرام جو خودت پا باشی قول میدم پیداشو میکنیم. ایوه از این مرام مجید خوشم میاد. پیگیر یه قضیه میشی ولکن نیستی. منم هستم، منم پام. میگردیم با هم پیداش میکنم. شما نمیخواد پا باشی. بیا برو کمک بچه ما این بسات ترشی درست بکن. برو هزار یک کار دارم. آخه ترشی کار زنونه به من چه؟ بیا برو آقا نسه. بیا برو. بله من چایی آقا جانم میشه بخونم. ببخش. آقا شهرام. الان میدونی مرسده کجاست؟ آدرسی چیزی ازش داری؟ بله. خب پاشو بریم سراغش ببینیم حرف حسابش چیه. الان؟ Oh yes, Tio. I think you really captured the feeling of springtime in your picture. Very well done. And how have you got on, Clara? Can I see your drawing? Mine's a picture of the summertime, so there's lots and lots of sunshine and sea. Do you like it? Yes. And who's the girl in your picture? Well, that's me, going on the beach with my bucket of spades. Well, I like your drawing very much, so I'm going to put them on the wall, and then everyone will be able to see them. نمیشه اون در رو باز کنی؟ نه خیر. خب من دستم بنده، دست به اینا که نمیزنی که. من خونه خودم لباس نمیشورم، بده ماشین لباس شده تعمیر کنم. شهرامه تنام نیست؟ بله. مرسده منم شهرام. بله دارم میبینم، گوشون کشی کردی. اینجا چیکار میکنی؟ خونه داداشم، دلم خواسته بیام اینجا. مرسده جون. بله سلام. سلام عزیزم. دخترم ما با شهرام اومدیم اینجا که شما با هم دیگه حرفاتونو بزنید. من همینجا راحتم. شما مگه میخواییم بیاین تو بعد داداشم اجازه بده. مرسده خانم. معذرت میخوام من. مجید هستم. بله بله. چی بودش؟ نامه نامه چی آخه؟ نه احتمالا مال چشم پزشکی. نه کن چشم داره روش. ببینم. نه با پلیس راهنمایی رانندگی. اوه مال کیه؟ اشکان راد. مال اشکانتونه. حالا ببینیم چی کار کرده دیگه. بگیر ببینیم. بگو کن پاک. چه خوشگله چشمه. نام مالک اشکان راد. به استناد عکس و نمره گرفته شده توسط دوربین های کنترل نامحسوس ترافیک، معاونت راهنمایی رانندگی ناجا که سرعت اتومبیل را نشان میده. قبض جریمه است. مگه اشکان ماشین داره؟ نه ماشین نداره اشکان. بده ببینم اینو. بده من ببینم. برای جریمه برای چی؟ کنترل نامحسوس. مال پلیس نامحسوسه پسر. نه. خب پلیس نامحسوس دیگه یعنی چی؟ بابا یعنی جایی که ما فکر می‌کنیم پلیس نیست دیگه هست. حالا چه با دوربین مداربسته چه چپ میکنی همه جا دو سرعت بری میگیره. شهرام بچه هم نمیان تو حیات برای چی بایستدی؟ اومدم بیاین دیگه بابا. اومدم بخون بقیهشون چی؟ ببین عکس هم نگاه کن عکسش هم انداختم. چون ماشین توپیه. ولی شهرام آخه تاریخش مال هفته پیش ها. خب که چی؟ خب این قبضا برای مالک ماشین میاد. میگم ماشین نداره تو گیر بده این مالک. مجید جان شاید مالی یکی دیگه از کامپیوتر اشتباهی کرده برای این اومده. چشمک زدی؟ نه چرا الان چشمک زدی؟ نه بابا چرا مادر منم فکر کردم چشمک زدی. نه یه دست چشم پرید. این آقا خوب داری چشمک میزنی دیگه با نکنم تو فکر کردی این برگه. نه آجا با من هیچ فکری نکردم شهرام جون. من تو یه خواهشی دارم فعلا میخوای این قبض جریمه رو بذار تو جیبت. خواهشان صداشان در نیار. خواهم بهت میگم چرا. بابا پشیمون شدین شما نمیخوایم بیاین تو. سلام بفرم اومدین. من نونه دو. سلام خوش آمدین بفرم. دست درد نکن دختر من درست شما. تبریک میگم با خانواده جدیدت خوب جور شدی. آره خوب. مرسده جون درسته که خیلی جور شده ولی تو خونه ما جای تو واقعا خالیه. شهرام هم دلش برای تو خیلی تنگ شده بود. ممنون ولی من یه دقیقه هم تو خونه نمیام. مرسده خب چرا؟ شهرام جون بیرا هم نمیگه ها. اگه مرسده میخواست تو این خونه زندگی کنه خب زن تو نمیشد که. بله مرسده جون پاش برو تو اون اتاق.
چرا؟ گفتم پاشو برو دیگه. آخه برای چی؟ پاشو برو دیگه، حتما یه کاری کردی میگه برو دیگه. خودت هم پاشو برو. من؟ بله. من برای چی؟ گفتم پاشو برو دیگه. بابا من که کاری نکردم. آقا جون لابد کاری کردی که میگی بزرگتر دیگه. شهرام جون. شهرام. بله. برو قشنگ حرفاتو بزن. به نتیجه که رسیدی برگرد بیا اینجا. بهتر نیست اینجوری؟ آها. آره چرا؟ آره برو. ببخشید تو رو خدا، ما خیلی امروز اسباب پذیرایی از شما نداشتیم. سرزده شد دیگه. حالا در خدمت هم، هرچی دستور بدیم میل داریم براتون. خیلی ممنون میشه. آقا جید چطور هم؟ قربون شما. باش آقا جید. اینا دزدن کلاه بردارن. یواش یواش. یواش نمیتونم حرف بزنم. داد بزنم. میخوام داد بزنم. مجید جان. بشین شما. بهت گفتم چی میخوام؟ بهت گفتم مهریه‌مو میخوام. مجید جان اون کنترل هم دست شما هست. اونو بده من. دستت خورد این را اینو کمش کن. من حالا اصلا اینو اصلا ندیده بودم عزیزم. مهم نیست حالا دستت خورده دیگه. دست من نخور میدونم. بیا مال این نیست. قربونت برم. نه مال این نیست. بله به همه حالا عمل کردم. مثلا چی میخواستی که عمل نکردم؟ به هیچ کدوم عمل نکردی. تازه مگه خودت نگفتی این زن ترشی فروشه به خاطر پول بابام اومده زنش شده؟ صداتو بیا پایین. میشه صداتو بیا پایین. مجید گفتم بگیر بشین. نه نمیتونم. اصلا نمیتونم. اصلا نمیتونم. اصلا نمیتونم. چی میخوای مجید جا؟ آخه دست من اصلا نخورده. نه اینا اینجا. نه. میگم اصلا دست من نبود اینجا. من بودم آقا. من بفرم. حالا شما واقعا ترشی میفروشی؟ بله. همینی که هست. حرفاتون زدی؟ بله چیز خاصی نبود. چرا یه چیز خاص مونده؟ چی؟ خب بایستد؟ بایستد؟ ما پاشیم اصلا بریم میگه. شما که هر کاری دستتون برامد کردین این هم هرچی دلشون خواست بارمو کردن. شهرام جو پاشیم. آقا شهرام اگه بریم مرسده مهرشم بذاره اجرا. به درک بذاره اجرا. آفرین. پس شهرام خان بذار بدونن که دزدیدن انگشت در شکا کار خودت بوده. همه رو انداختی تقصیر ناصر. حالا حتما میخوای همه کاسه کوزا رو سر اشکان بشکونی. تعجب کردی نه؟ اصلا چون که شهرام برای من همه چیزو گفته بود. بعدم خودش از ما اومد معذرت خواهی کرد. بعدش همین قضیه اصلا برای ما تموم شده شهرام جون. بریم. بریم. خیلی خب پس حرفی بین ما نمونده دیگه. یا خونه مناسب و مهریه یا خداحافظی با مرسده. دستت خورد به اون بابا. و اینکه نمیدونم چی بگم. فقط اینکه جا داره من دوباره ازتون تشکر کنم. از شما نصرت خانم. شما خیلی لطف کردید در حق من. خیلی ممنونم. مجید جون شما هم که دیگه واقعا گلی. دست در نکنه. نمیدونم چی بگم. فقط میخوام بهت بگم خیلی مردی. خیلی نامردی. همه اینا زیر سر تو بوده. آره. دست تو بکشه. مگه نشیدی نصرت خانم گفتش که شهرام همیشه برام تعریف کرده. تازه مگه معذرت خواهیم نکردم گفت دیگه. ببین چه روی داره. تو چی چیزی برام تعریف کردی؟ الان اون تو گفتید که معذرت خواهیم کرده شهرام همه رو خودتون گفتید. تو معذرت خواهی کردی از من؟ اونجا گفتم به خاطر اینکه آبروی حیثیتت نره. تو اصلا وجدان داری؟ برای چی تهمت دزدی به داماد من زدی؟ بابا برای چی؟ خیلی نامردی. بابا ببخشید ببخشید. بذارم لطفا کنم. هنوز تشریف نبردین. نه به اون همه عجله نه به اینکه اینجا جلسه گرفتین. نه دیگه الان داریم میریم. بابا شما چشمک زدی؟ من نه. آقا جی شما الان چشمک زدی؟ نه بابا کجا چشمک زدی؟ بابا خانومی شما الان چشمک زدی شما آقا جون. مجید جان چرا منم همش فکر میکنم تو داری چشمک میزنی؟ آره منم همینطور. نه بابا کجا چه ده همه تو توهم زدین. آقا عشقو ما با عزت و مرخص چین داد. دست شما رو میبوسه زنده باشی. آه عشقاله؟ منم اکتون این دم در بذاریم. بله. شب بخیر. وایسا اینجا ماشین پاشین هست؟ به تاکسی خطی افتادی؟ سر میدون صداد میکنه. شب بخیر.
آشغالا رو بیار پای کفش. حرف نزن. نامه. ولش کن. مجد. ولش کن دیگه. بریم آقا جان. دعوا مرافعتون رو برده تو خونه مردم. بیا برو دیگه. بزن آقا. مرد حسابی اینجا کجا بود ما رو گرفتار کردی؟ نه نون گیر میاد، نه آب گیر میاد، هیچی. من حتی نون کپک زدم گیرم میامد رو چشم میذاشتم، چشم این ورومر دوختم دیدم یخچاله، انگار دنیا رو به هم دادن. رفتم در یخچاله باز کردم دیدم وای سه تا سور زده به بیابونای لمیزار که آب گیر نمیاد. چی؟ اونجا آب گیر نمیاد، اینجا نه آب گیر میاد نه نون، هیچی گیر نمیاد. آقا جو میگن قرصت خوردی؟ این صدای چی بود؟ این صدای آب میوه بودش. تو کی گفتی که تو خونه هیچی نیست؟ قبول کن جون خودت همون آب میوه هست، غیر از اون هیچی نیست. مواظب خونه باش. مواظب خونه؟ میگه من داروغم یا طلا جواهرات اینجا خوابیده؟ نون خوش گیر نمیاد، مواظب چی باشم؟ خب پس بیا پیش ما. بیام پیش شما تو اونا که میبینی طلبکارا عوضی هم هستن، میان تعقیبمون میکنن. بله آره گوشم به شماست. بله چی گفتی آقا جون؟ باشه آقا جون باشه، خیلی خوب. میگم خیلی خوب، شما فقط یه سرگوشی آب بدین ببین اگه اونا رفته بودن من یکی میرسم دنباله. خوبه؟ باشه باشه، خداحافظ آقا جون، مواظب خودت باشه، خداحافظ. بابا جون اون بالا چیکار میکنی؟ بله بفرمایی. میگم اون بالا داری چیکار میکنی؟ تو اون پایین چیکار میکنی؟ شما پدر آقا جهانی؟ نه پدر آقا جهان فرقونی چنده، من نگهبانم باغبونم اینجا. میگم که اگه میخوای بری پیش آقا جهان من ماشین دارم برسونمت. من با آقا جهان چیکار دارم؟ من دیم از اینجا رد شدی؟ بیا پشت یه آدم میزاده دوست داشتم ازت خوشم اومد که اول پرسی باید بکنم، گناه کردم. خب شما میخوای حال هرکی رو بپرسی؟ میرو بالای نردبون؟ جون خودت بالای نردبون نیستم، قدم اینه 240 سانته، قهرمان بسکتبال بودم، الانم که میبینی رو نردبون نیستم. خب خدا حافظ. خوش اومدی. بده گله. ای والله درست گفتی اینهاش. خیلی ریزی. این دفعه بهت میگم. این گله. هست چه شاد خوندم. بده بیا. بده بیا نمیرم. بازم که اشتباه گفتی. این دفعه میرم پشت. برو پشت. نگاه نکن. به جون خودش تو چپ بشه. قربون شما. کی بود؟ فکر کنم بابای جهان بود. آره ولش کن بیا. بیا نمیدونی خونه رو احاطه کردم، ولکنه معامله نیستن، در خونه این سیریش چسبیدن. میگه چیکار کنم؟ یه کاری کن برای خودت، من از اینجا نجات بدی تا یه سال دیگه. اگه یکی رو فرستادی دنبالم که فرستادی، وگرنه خودم میام اونجا. آقا جون اگه شما بیاید اینجا شاید خونه نوزاد خانم رو پیدا کنن. مجبورم بالاخره یه گریزی بزنم، شاید پیدا نکردم. خیلی خوب
اینا دنبالم تقریباً میکنن هزاری، یه کاری میکنم دو درهشون بکنم، اگه نشد یاد گرفتن خونه نصرت خانمو، اون دیگه گردن من نیست، گردن خودت. اینو بهت بگم. چی میخوری؟ به سلامتی وجود تخمه دارم حال میکنم. باشه باشه، حالا یه کاریش میکنم دیگه. خدافز خدافز. آها نبی جان، شما با من کاری داشتی؟ بله پدر. چیکار داری؟ یه 5000 تومان پول داریم به من بدیم پدر. بله بله، شما وقتی گفتیم پدر من فهمیدم از من پول میخوای. چشم چشم. با چی بخریم؟ هیچی، همینجوری آقا ناصر گفته، گفت اگه بتونم از شما پول بگیرم نصف نصف. پول ندارم. کفشای گلی تو در آمان شیده جان بجام دیگه، چقدر شل کار میکنی بابا. عزیزم چاقوتون کنده بچه، من اصلا از این کارو بلد نیستم. چاقوتون کنده نه، الان تیزش میکنم. ای نکو خطرناکه، دستتو میبارم. وای نمیتونم دیگه. تیزه تیز شد. آره کار کن بجام، زود باش. عجب وارد هستی، واقعا تیز شد. درام چی شد؟ ندارد. نه. چی میگی؟ چیزی نیست. بهش گفتی پدر؟ آره. بازم ندارد؟ نه. نداشت یا ندارد؟ ندارد. نداشت یا ندارد؟ یه چیز خصوصیه. چی کار داری شما؟ خیلی خوب داشت یا میاله؟ آره داشت. سلام جانم. سلام جانم. خوبی؟ بله خوبم. اصلا یه دونه هویج توپ برای آقای کتابی. نه خیر. بله. نه یه دونه بنداز. نه خیر. من در هویج خور نیستم. خب خودم. نمیخورم. خودت بخور. میبینم داره بساط ترش فرشی داره راه میفته. بله دیگه مامان منه که میشناسین. دست از این کاراش بر نمیداره که این دفعه میخواد چهار طرف شهر ترش فرشی راه بندازه. تازه به فکر زدن دار قالی هم افتاده. نخندین. نخندین. این نصرت خانمی که من میشناسم اگه با همین کاراش تمام قرض قولها بده یا جهان پر نکرد، من اسممو عوض میکنم. حالا اگه پرم کرد شما اسمتو عوض کنی بد نیست. تو اسمتو عوض کن. آقا کتابی شد فامیل؟ به لال میگن چی؟ میگن بلبل. تو اسمتو عوض کن. مروفت هم شد اسم. جوان مردی. تو جوان مردی. ناصر. جوان مردی. حتما که اگه اسمش جوان مردی که نباید. بابا. آقا کتابی. جوان مرد باشه. ناصر شوخی داری میکنی. تو شبیه کتابی؟ باکتری. آقا کتابی ببینید مامان من خب نس کرده که ایشالله اگه این گرفتاری یا هر چه همه به اتفاق بریم مشهد. ایشالله چی فکر میکردیم چی شد؟ ما گفتیم اینا ازدواج میکنن، ما به یه مال و منالی میرسیم، وضعمون خوب میشه. حالا این وضع چی شده؟ حقیقه دوباره خونه آقای کتابی داریم هویج خورد میکنیم. شما هویج داری میخوری؟ فعلا اینم کار دیگه، دستگاه گوارش داره کار انجام میده. مریض نشی، لاغر نشی. معده نه، همین فعالیت بدنه دیگه، میسوزونه. خب بس درد نکن. تازه از این به بعدش بده، بعد بدهی های آقا جهانم ما بدیم لابد. چیه؟ زشتی. چی چیز داشته باشه شهیده خانم از خودمونه. شهیده خانم شما ناراحت میشی؟ کم نه. بی خود میکنی، من که حرف بدی نزدم که. آقا ناصر. بله. باشه بیا. دستم بند کار داره. بیا زیاد وقتتو نمیگیرم، بیا. ای بابا هم که ما رو صدا میزنه. بابا چیه تو چته؟ این منو صدا میزنه حالم بد میشه. ای آقا ناصر. ناراحت شدی؟ خب بله. به درک. این هویجو بگی. واقعا تو از چی خوشت اومده زنش شدی ها؟ من عاشق همین بیریایی شدم به خدا. اه 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 اه. جانم. آها اومدی. بیا تو. نه خوبه بگو. بیا بشین. بگو خوبه. بیا بشین. بیا خوبه. میخواستم یه خواهشی ازت کنم ناصر جون. یه کاری من دارم. میخواستم بیرم برای من انجام میدی؟ نه نه. ببین. اگه از خجالت در بیام چی؟ آره چرا. بله. ببین حالا ناصر. خب اول ما چجوری میخواد خجالتم در بیام؟ آقا مجید خیلی زحمت میکشن. آقا مجید یه نصرت خانم.
هر دو، البته منظورم یعنی که همه خب دارن زحمت میکشن، اما وجدانن آقا مجید بیشتر زحمت میکشه. آها، حالا فهمیدم چرا آقا مجید با آقا جهان جور شده. یه دستمال بده ببینم. بفهم، ببخش، معذرت. نقاط تمیزش کنم. چی شد؟ هر که بلد نیستی، حداقل از این دوتا یاد بگیر. من نگاه کن، ببین، تازه دو قلو هم هستی. تو هم که بلد نیستی، همه تون سر تا یک کر باسی. چی شد؟ دستم گیر کرده. سب کنیم بایدیم میخواییم روغن بایدیم بایسی، اما ظرفشویی هم خوبه ها. بایسی ببینیم میخواییم بزنیمش لب پاشو بشکنه. نمیخواد تا کمک بکنی، ولش کن. چی اینجوری شد؟ ناصر، گیر کرده. چی گیر کرده؟ این ببین، من یه ساعت میرم بیرون بر میگردم، باشه؟ کجا؟ میرم پیش دوستم وانتشو بگیرم، میرم خونه آقا جان، یه سری خرت و پرت با آقا جون برمیدارم میرم اینجا، شاید لازممون بشه. باشه. چی شد؟ هر دفعه میگین آخرش باز یک یکی اضافه میشین، بالاخره چند نفر قراره توی خونه زندگی کنن؟ همین آخرشه دیگه. همیشه میگین آخرش باز چهار نفر دیگه با خودتون میارین اینجا اضافه میکنه. من امشب تکلیفم با نصرت خانم روشن میکنم. حرف شما صحیح آقای کتابی، ولی انشالله وقتی این گرفتاری من حل شد حتما جبران میکنم. بابای منم یه پیرمردی مثل شما. بله، البته یه مقدار درب و داغون تر. دیگه به عنوان یه آدم کامل شما اصلا حساب نکن روشون. حواس پرت، گیجه، یه جور رجالت هم نمیکشه. هیچی نمیگم، همینجوری دهنشو باز کرد. اصلا پولمو بده. نه غلط کردم. بده من پولمو. غلط کردم بابا، ببخشید. من یه چیزی گفتم. آقا جون بیاد دیگه. آقا کتابی. باشه اونم بیاد. بله. آقا ما رفتیم. خدا. اینو چیکارش کنه ها؟ بیاد من برای شما درد میارم. من بلند میام. سلام. چی شد؟ حرفش هم نزن، هیچی هم نه. چی شد؟ ناصر. ها. تو کجا داری میری؟ خونه آقا جان اینا. خونه ما چیکار؟ میرم یه سری آتشخال بردارم. بیا صحبت کن آتشخال. آقا مجید، آتشخال لفظ قشنگی نیست دیگه. خرت و پرت، یه سری خرت. هرچی حالا، هرچی گفته. بابا وسیله میخوام بیارم اینجا، شاید لازممون بشه. خوبه؟ ناصر جان، دستت درد نکنه. خیلی ممنون. قربانش. بچه ها بالا؟ بله پایینه. پایینه؟ تو حیاته. ناصر، یه لحظه. یه بار تو خونه. برو بابا. چی؟ هیچی، میگم که خودتون بیاید دیگه، من میرم. آره برو تو. تو که عمودی نم اضافه شد. ببین رفتی خونشون، دست به وسیله ها نمیزنی. میگم دست به وسیله نزن. نه شک داری؟ شک نه، این که بگم دوزی، ولی فضولی دست تو هر سوراخی میکنی. خب میچسبه، تو دوست نداری وسیله؟ نه من دوست ندارم. نه خب باش، من رفت حسین، نه بذار خود من برم اصلا بهتر. بابا چرا؟ اینجوری خیالم راحت تر. تو میری دست میزنی به چیز میزاشون بعد اصلا. من برای این کار دستمزد گرفتم از آقا جان. از کی؟ 60 تومن بهم پول داده. خواهی تو سرت کنم که حیثیت ما رو تا آخر میبری. یعنی چی خواهش داد؟ میبری بهش میدی یا؟ خیلی خوب باشه. اه؟ تو با چی میخوای بری؟ میرم وانت اردشی رو میگیرم باش میرم. آها باشه. ببین چیا باید بیارم؟ یه اصلش آقا جونه، اونو حتما بیار. اینم ببر بهش بده. باشه. ببین ولی جدا نفهمیدم چی شد ما خواهرمون رو دادیم به تو. اونم میفهم. تا که خشم و کینه جویی، تا که نیرنگ و درویی، مهربانی ها رفته دیگر از میان ما. لا 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 لا. دمت گرم. چاکرتی. راستی جمشید دم در بالاست؟ آره بالاست، تو فقط بخون. بازا دور از خشم و غوغا در دنیای آرزو. یارو آشناس. این کیه؟ سه نکن، بذار ببینیم چیکار میکنه. صبر کن. کیه؟ گفتم کیه؟ میاو. کی؟ میاو.
بیشتر 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 یواش بیشتر نه 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 داشتم ماشین رو میبردم بیرون. آره آره با منه. آره بابا. نه بابا کسی نبود که. شما هم دیگه به من زنگ نزنین. خسته نباشی. قربان شما. کمک نمیخواد داداش؟ نه نه نوکرتم. در خدمتیم. تو رو خودت تعارف نکنه. این در بس ببن. چشم. آقا خیلی آقایی آقا بزرگتون خواهش کن. یه دقیقه واسه بینم آقا کجا داری میری؟ دارم میام خونمون. آقا وانت چی داری؟ یعنی چی؟ آدم داری رد میکنی؟ فهمیدی؟ آره جهان و زن و بچهش دارم میبرم. مردم از خنده. جهان و زن و بچهش خونه نیستن. باز خودت بگو این حرفا رو بابا جون. پس چیه؟ حتما باباشو داری رد میکنی. باباش؟ باباش کجا بود مرد حسابی؟ باباش که اصلا سالهاست فوت کرده. جلو بس با بس نمک نریز. نه جدی میگم باباش فوت کرده. من برم بیا اینجا ببینم بابا. جدی میگم فوت کرده. جان تو به جان تو شوخی نمیکنی. حالا پارتی از هر کی هم میدونم باباش فوت کرده سالها اینجا. بس بابا نمک نریز. این چیه؟ هیچی. قربان تو بودی الان صدا شر می آوردی. بار نفس تو. جدی حالا بس. قربان من میگم زنگ نزن. آره دارم میارمش. کیو داری میاری؟ داشتی گوش میدادی حرفای منو؟ خب گوش دارم میشنوام دیگه. خیلی کارت بد بود. جدی بد بود. ببر نفستو بابا. میگم دست نزن. ببین این دماغ اتفاقی کج نشده. من بوکسور خروسازم میزم داغونت کنم و پس دست نزن. من خودم فیل بزنم. یه جوری میزنم تو صبح از خواب بلند نشی. فهمیدی؟ میخوام دست بزنم. بیا بیا دست بزن. بیا. نجات جمشید. صدای شهریاریه. بودو بودو. بودو. هیچ کفش ها جلد رفته. هیچ درم بسته. شبه بچه گربه زدن نداره. ببین زیر چیه. آقا دست بیله. دبار رفسته تو. نجات ببین زیر چیه. آره تو میبینی دست بیله. دیدی گفتم دست بیله. گفتم خیلی خوب بریم بالا کامل بگردیم. بقیهش هم بگه ترشی باشه این چیزا. چشم آقا نوکرت این خراب بشه. جدی حالا چیزه فیل وزنی ها رو یواش. آقا داداش امانت ماشین. چی رو امانته بشین میرم بابا. چشم آقا ولی ماشالله هیچی قضرو مزروب نداشت. بسته تو بنده بابا. ما نوکرت ما که دیگه همزم بیم. ولی چقدر شبیه آقای کلی. جدی؟ جدی میگم اینو. من رفیقام همه همینو میگن. یه شبیه کلی. گارد راست یا چپ؟ چپ را. چپ. ای والله. من سرباز بودم یادم میخوام دوباره شروع کنم همه رو. اشتباه الان گاردت اشتباه. جدی؟ آره چون بگی جلو سرش. بچه‌ها اونش شکستنی هم هستا. برو کنار میرم بابا. بیا آقا هر چ... آقا یه باشگاه خوب اگه تونستی من معرفی کنی دوست دارم تمرینامو شروع کنم. میبرم پیش خودم. آره. آره. منم بدم بس دیگه دیر وقت مزاحم شما نمیشم. بچه‌ها خسته شدن. قربونت برم خیلی آقای بهار شما پیشکسوتی ما به پیشکسوت‌ها احترام بذار. آقا ببخشید اذیت شدین. خدا نگهدار. شما ببخشید مزاحم شدین. قربونت برم. افتخاری بود برای ما. یا علی وقت هم گرفت. کرد. اجازه بده ما. بیا بریم. خیلی باحالی. بفهمید اینم آب خوردن. دست درد نکنه. شما راحتین آقا شهرام؟ بله. آره راحتم. چون عادت دارم بیشتر پشت میز میشینم. راحت. دیگه ببخشید تو رو. ولی دقت کردین همه زود شدیم؟ من و سهیلا، آقا جهان و نصرت خانم این بر... چی؟ نه، شما مرسده مثلا. ای بابا من که پشیمونم. تو آدم اگه
نفر مقابلش خوب انتخاب کنه خیلی بله. یه جا که تو راجع به ازدواج بلدم بگم آره درد نکنه. بابا میره دیوونه خونه رفته آدم ها رو نگم که یه اونه یکی رو بستن به زنجیر داد میزنه مرسده مرسده اتاید سر صحبت شوخی نکن یه چیزی بهت میگم نه مثلا مرسده نامی مثال دیگه یا سایلا فرق نمیکنه خلاصه داد میزده مرسده مرسده از دکتر میپرسه میگه این چشه میگه این یه مرسده نامی رو دوست داشته بهش ندادن اینجوری زنجیری زنجیری خیلی میمزه نه خب ادامه داره هنوز بعد میره جلوتر میبینه یکی دیگر رو بستن زنجیر کلوفت و سر صدای رو داد بیداد مرسده حالش خیلی بدتر از اون مرسده مرسده به دکتر میگه این چشه میگه این همون مرسده رو بهش دادن این برادر هیچ هم خنده نداره دیدی گفتم من برای روز مبادا همیشه نگر میدارم فرصت تو دنبال ترشی میگشتی؟ آره مادر خب من فرش و اینا رو آوردم پشت وانه یه عالمه ترشی آوردم تو نمیگی مادر من یک کف دستم بو نکرده بودم که تو ترشی دیدی که باری کلا نصرت خانم رو دست داشت بس نیست نوش جونت بابا بزرگ بفرمایید دست شما درد نکنه ولی مثل که آقا جهان اینجور که معلومه از آشپزی من خوشش نیومده جهان زوری هم شده بخور پدر بابا بابا نکنه رفتی بیرون کباب مواب زدی نه بابا جون زنم درگیر اشتها ندارم شما بخورید خب آقا جهان اینقدر نگران نباشین غذاتون رو بخورین انشالله پیدا میشه دیگه امید خدا خب شما چرا غذاتون رو نمیخورین؟ چشم منم دارم میخورم یواش یواش میخورم تو چی کاری؟ من که با تو نبودم با ایشون بودم تو که ماشاءالله مهلت نمیده به کسی ذهنم درگیر اینجوری میمیرم بلی حالا ذهن درگیره داری دلوپی میخوری اگه ذهن درگیر نبود دیگه میخواستی چی کار کنی؟ هر کی یه مدلیه دیگه این ذهنش درگیر میشه اینجوری قاطی میکنه بله خوشمزه تو برای چی میدم اینده؟ حتما کتابی با من کار داره مادر شما بکشید همیشه ما سر غذایی میدم بیدیم راحت این که شماره عذیت نمیشین که نه نه برسه سلام علیکم حال شما چطوره بفرمایید خیلی ممنون خانم نصرت خانم من اینجا به چند نفر اجاره دادم به 4 نفر دیگه درسته آقای کتابی تو رو خدا بس دیگه ما به حد کافی خودمون اعصابمون خورد از نه دقیقه تعامل بکن خب من دیدم به جای 4 نفر حالا شدین 10 نفر گفتم حتما رخت خواب کم دارید اینه که رخت خواب براتون آماده کردم چیدم اون بالا بچه‌ها بگیم بدون سر صدا برن بردارن بیارن دست شما درد نکنه خیلی ممنون الان بچه‌ها رو صدا می‌کنم بگو بیان سیما جان سهیلا برید شما دو تا رو صدا زدید بله مادر بیاین برین از بالا خونه آقای کتابی خود رخت خواب بله سلام بالا سلام علیکم ببخشید تو رو خدا دوباره مزاحم شدم یواش سر صدا نکنید عزیز مریض خوابه عزیز خوابه بفرمایید خواهش می‌کنم نوید جان مادر بیا شام چی خب میای الان میخوری مادر من برو کمک خواهرت برو قربونت برم برو بالا یواش فقط از پله ها برو بالا آقا سلام عرض کردین سلام از ما سلام علیکم حال شما خوبه دست شما درد نکنه ممنون من خیلی ارادت پیدا کردم شما بفرمایید تو خواهش می‌کنم بفرمایید دست شما درد نکنه بفرمایید خیلی ممنون اینا مال شما بله دیگه چیز میجامس دیگه نه میشه حسابی کرد حتما حتما اتفاقا من دیدم که شما تعدادتون زیاده گفتن شما پیجاما نداشتین برای شما آوردم بچه‌ها دو نفر بفرمایید مال شما آقا کتابی شام خواست شام خواست رژیم داریم چرا تعارف میکنی یه لقمه خیلی ممنون یه خودی برای عزیز ببرید اوه عزیز که اصلا بسش نکاسن شبا هیچ چی نمیخوره آخه دقیق نکنه مادر اینا رو بذار تو همین اتاق بغلی برای خودمون بعد برای آقایون رو من اینجا سلام علیکم چی هست؟ اینا اندازه من نیست شلوارک ندارید؟ ما از یک قرشمال بازی هیچ وقت نداشتیم خب شلوار گشاد بزرگتر سایز من چی؟ گشاد چرا من جوان بودن دو برابر تو هیکل داشتم حتما دارم پیدا میکنم اصلا حالا اینا ببر تو باشه لازمتون میشه من اونم برات میذارم باش پیدا میکنم اصلا میذارم ماما جان اون شلوار مجید اون گلگلیه کرکیه رو بهش بنو بپوشه دیگه راست میگه خیلی خوب صورتیه خیلی خوب برو بده یالا راحت باشه میارم واسه
خیلی خیلی ممنون آقای کتاب. نمیدونم واقعا محبت های شما رو من باید چجوری جواب بدم. خیلی ممنونم.